من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رون میده اصرار دارید در حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون. سلام، خسته نباشی برادران شبکه کلمه. این شبکه کلمه آتشی روشن کرده به جان آخونده انداخته. از روزی که این شبکه کلمه اومده باور کن اینا فقط تو ایران علا هر زمیری فقط اسم شبکه کلمه و شبکه توحیدی دیگه چند تا شبکه دیگه داریم همون شبکه هستن. خدا به شما توفیق بدن مجاهدان بر رای الله. الله جل جلاله به شما توفیق بده انشاءالله که سربلند و همیشه اینجوری پیروز باشید. خدا کمر این آخونده را بشکنه انشاءالله میشکنه شکسته دیگه. همه الان نگاه کن تو هرق الان رسوا شدن، همه بر میگردن از اینا. اینا فقط چهار تا اوضعی دیگه جمع کردن دور بر خودشون. الان با پول ملت ایران پول دارن، اگه چند نفر تو هرق و سوریه و اینجا جمع کردن با پول، همه پول اگر این پول هم از دستشون میره تموم میشه انشالله. فقط به شما میگم برادران شبکه کلمه انشالله خدا شما رو توفیق بده میشه اینجوری سرحال و سربلند باشید به امید الله. خدا شما رو کمک بکنه. آتش به جان آخونده انداختید. سلام هموطنان عزیز، اینو بدونید که آخوندا و مراجع تقلید شیعه، مخصوصا مراجع تقلید، هیچ کدوم ایرانی نیستند. به ایران اومدند، اینجا دارن غارت میکنند. خودشون اصل و نسبشون یهودیه، حالا اگه اصل و نسبی هم داشته باشن که قطعا ندارند، چون اینا تحفه همین، ببینید همین چند هزار نوزادی که الان تو قم تحفه عراقی و پاکستانی و نمیدونم کشورهای دیگه ای که اومدن اونجا صیغه کردن، اون بچه هایی که به قول معروف دست گلاشونه و موندن تو ایران، همینا رو یه عده میان آخون میکنن، یه عده میبرن به قول معروف سرکوبگر و ظالم میکنن. این آخوندا اصل نسبشون برمیگرده به همین بی پدرها و بی هویتها، و که الان اگه از یه آخوندی بپرسی که هویتت چیه، نسبت کیه، نمیدونه، چون واقعا نمیدونه کیه دیگه. یکی از اون ور دنیا اومده تحفهشو کاشته و رفته. اینا خب اصل و نسب ندارند، دنبال حرف اینا نرید. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم شبکه کلمه و درود میفرستم بر کلیه کارکنانشون. امروز ما میبینیم که در پشت پرده اخباری به گوش میرسه که توافقاتی در پشت پرده شده بین ایران و آمریکا، بین پنج قدرت در واقع نظامی اقتصادی آمریکا با ایران، مخصوصا آمریکا. ما در این 42 سال و 43 سال گذشته تجربه کردیم و خوب آموختیم که رژیم آخوندی رو غیر از این که غربی ها و شرقی ها بر سر کار آوردن و حمایت کردن و استمداد دادن و کمک کردن و جنگ را انداختند تا بتونن منافع خودشون رو بیشتر کنند و بهره بگیرن، مردم ایران باید خوب بدانند که آخوند مغز این رو نداره که بتونه کشور رو اداره بکنه یا انقلاب بکنه یا شاه رو به کنار بزنه، بلکه این غربی ها بودن که در گوادلوپ تصمیم گرفتن که شاه بره. و 42 سال هم هست که حکومت ایران رو به عنوان یک خر گذاشتن و پالون گذاشتن و ازش بهره کشی میکنن و سوار میشن. ملت ایران هم اینجا باید هزینه هاش رو پرداخت بکنه. مردم، توافق در پشت پرده ها انجام شده که عمر این حکومت دوباره زیاد بشه. آگاه باشید که مردم روز به روز فقیرتر میشن، بدبختتر میشن، به غارت میرن. سابقه نداره اینجور غارتی که میکنن از خاک و آب و نفت و برق و
و هر آنچه که شما فکر کنید از محصولات معدنی به خارجی ها بدن. کدوم حکومتی است که از این حکومت برای آمریکا یا انگلیس یا روسیه یا چین بهتر باشه که بتونن غارتش بکنن؟ پس حفظش میکنن، به ظاهر به جنگ میندازن و جنگ رو نمایش میدن که امروز میزنیم تو رو ایران، فردا میزنیم ایران تو رو و حمله میکنیم و چنین و چنان میکنیم، ولی در واقع دارن غارت میکنن ملت ایران رو. نوع استعمار با 50 سال، 100 سال، 200 سال گذشته فرق میکنه که یک کشور بیاد جای دیگر اشغال کنه و اونجا رو منابع اون کشور رو ببره. الان به صورت پنهانی این کار رو میکنن. پر واضح و آشکار است که غربی ها این حکومت رو دوست دارن، حمایتش میکنن، خودشون آوردنش و به خمینی پول دادن، اسنادش بیرون اومده، کارتر به خمینی پول داده، کارتر به خمینی هندی پول داده و بارها و بارها اینها آخوندهای زیادی پرورش دادن که یکیش رو استفاده کردن و اونم خمینی بود که یه کارگری بود، پدرزادش یا پدر بزرگش در سفارتی در انگلستان در هند و بعد رسید و از کربلا اومد ایران و بعد زادگان شدن همین خمینی کرد. حال مردم بدانید تا خودتون هر یک از شما یک برانداز نشید، یک افتخار برانداز. برانداز یعنی که من ظالم رو به زیر میکشم و حق رو به بالا میارم. فرقی نمی کنه که تو چه دینی داشته باشی، فرقی نمی کنه که تو چه مذهبی داشته باشی، اصلا تو لا مذهب باش، آزاده باش، ولی لا مذهب باش. این حکومت رو مردم بلند شید و به زیر بکشید، چرا که همه اونهایی که دین دارند، اونهایی که دین ندارن، اونهایی که آزاده هستن رو به شکنجه و غارت و قتل و بدبختی کشوندن. من درود میفرستم به تمام مردم ایران، چه شیعه چه سنی، با هر عقیده ای، و فقط این رو بدونید مردم، ما اگر که دین پرست هستید بدونید که ما یک اسلام داریم، اونم اسلامی است که همون اسلامی است که الان وجود داره و در اهل سنت هست. من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.